خب سلام، عرض ادب و احترام. دو سه روز پیش آقای نتانیاهو اومد یه ادعایی کرد مبنی بر اینکه توی قبرس یه نیروی عملیاتی ایران میخواسته اونجا عملیات انجام بده و نیروهای اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن و خب ریختن این نیرو رو بگیرن. این نیروی قبرس موفق شده فرار کنه، از ترکیه بیاد به ایران. و آقای نتانیاهو مدعی شد که ما این شخص رو تو خود تهران گرفتیم، خود ایران، و ازش اعتراف گرفتیم. یه فیلمی هم منتشر شد، یه اسمی هم آورده. من دیدم حجمه سنگین اومده رو فضای مجازی که آقا ما آبرمون رفت، اینا هر وقت هر کی رو دلشون میخواد میگیرن، ما چی کار کردیم، این چه وضعشه، این کشور نشت امنیتی داره، ما نشت اطلاعاتی داریم، اینا اومدن نیم تون کاغذ و بار زدن از ترقوز آباد از کشور خارج کردن. و مسئله این چیه که بخشیش هم درسته. البته بعد از یکی دو روز بخش نهادهای امنیتی کشور بلیت این شخصی که آقای نتانیاهو مدعی بود در ایران جزء سازمان‌های اطلاعاتی هست و تو خود ایران گوشش رو گرفتن، ازش فیلم گرفتن، به نهاده امنیت خود اون بلیت هواپیماش منتشر کردن که آقا این شخص اصلا اون روز تو ایران نبوده، پرواز مستقیم داشته آذربایجان، تو کشور آذربایجان بوده، اصلا نیرو امنیتی نیست. بگذاریم. اما یه نکته، دو تا مسئله رو من اشاره کنم. گاهی اسرائیل میاد یک جای رو تو ایران خرابکاری میکنه، شهید فخری زاده رو ترور میکنه، یا مثلا شهید خدایی رو ترور میکنه، اینها بوده دیگه، یا یک جایی رو منفجر میکنه. یه خطای تحلیلی من میبینم در شنونده ها، کارشناسان، که آقا اون زد چرا ما نزدیم، ما چرا نمیتونیم بزنیم. این خطایه. نکته اول، اسرائیل بر اساس ژئوپلیتیک و جغرافیای بسیار باریکش که عمق استراتژیک نداره، عملا بازدارندگی نداره. به همین علت خیلی از تحلیلگران حوزه ژئوپلیتیک تو همون مقطع مثل اوفنهافر اشاره کردن که اسرائیل باید به خاطر وضعیت جغرافیاییش هر تهدید رو تو نطفه خفه کنه. اونها شروع کردن هر تهدید رو تو نطفه خفه کردن، یعنی دانشمندان هسته‌ای رو زدن. اگر زمان صدام حسین عراق یک بخش اتمی داشت رو اندازی میکرد، نیروگاه هسته‌ایش رو زدن. توی ایران به همین شکل. این سیاست برای این هستش که اسرائیل جغرافیایی داره که به شدت بازدارندگی ضعیفه، پس باید هر تهدید رو تو نطفه خفه کنیم، اجازه ندیم تبدیل به تهدید بشه. خب اونها به درستی بر اساس جغرافیاشون این طرح رو دنبال میکنن. نکته، خیلی ها میگن که آقای ندیمی اسرائیل تو سوریه ایران رو میزنه و ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. خب اسرائیل، ایران، بیایید برگردیم رو تحلیل. اسرائیلی ها خرابکاری میکنن، دانشمندان ما رو میزنن، چرا ما نمیزنیم؟ البته ما هم میزنیم، ولی آیا ما هم بعد مثل اسرائیل کنشگری کنیم؟ نه، اسرائیل بر اساس نقطه ضعفش هر تهدید رو تو نطفه خفه میکنه. ما قرار نیست بر اساس بازی اون بازی کنیم، ما باید بر اساس نقطه ضعفش بهش پاسخ بدیم. یعنی چی؟ نقطه ضعف اسرائیل جغرافیاشه. شما باید غزه، کرانه بختری رو تسلیح کنید، تا آخر تناخ تسلیح کن. شده. بازدارندگی داره؟ نه، آسیب میبینه. شما باید لبنان رو تسلیح کنی، شده کاملا. الان چادر رفتن زدن تو بخش هایی که جزء اسرائیل حساب میشه، البته در گذشته جزء لبنان بوده و باز خواهد گشت. میتونه بزنه؟ آره، میخوره حتما. سوریه داره تسلیح میشه. حالا نکته، یه تعریف بدیم. ما با اسرائیل دشمنیم، ما با ترکیه رقیبیم، ما با اسرائیل دشمنیم. عمق استراتژیک ما کجاست؟
نقطه محل نبرد تا پای تخت یا مراکز صنعتی رو میگن عمق استراتژیک. عمق استراتژیک نقطه نبرد ما با اسرائیل کجاست؟ دور تا دور اسرائیل. یعنی ما جنگو به جایی که تو مرزهامون یا تو کشورمون داشته باشیم بردیم تو خود جغرافیایی که چسته به اسرائیل. اینطوری باید پاسخ بدیم، نه که ما راه بیفتیم یکی رو بزنیم. اینجوری باید پدر در بیاریم. اسرائیل داره کجا رو میزنه؟ مثلا فرودگاه حلب رو میزنه که ما نه هواپیمامون نتونه بشینه مثلا تسلیحات بده. پایگاه های تسلیحات ایران در سوریه هم زیر زمینه. ببینید توی جنگ روسیه اوکراین، روسیه یک پایگاه مثلا تسلیحات اوکراین میزد که حجم آتش بزرگی برفت واسه بود. حالا این اتفاق تو سوریه نیفتاده چون عملا زیر زمینه. اسرائیل دوستان کجا داره میزنه؟ تو سوریه، تو لب مرزاش داره میزنه. میدونید معنی این چیه؟ معنی این اینه که ما نقطه نبرد در پایتخت رو آوردیم لب گوشه تو فلسطین، کرانه باختری، غزه، لبنان، سوریه، و تو داری تو مرزهات با ما میجنگی. بعد به طرف میگه که آقای ندیمی تو سوریه ما رو زدن، ما جواب ندادیم. اصلا دوزارش کجه؟ چی رو جواب بدیم؟ ما خود دل جغرافیاش رو داریم تسلیح میکنیم، داره با ما اونجا میجنگه. عمق استراتژیک اسرائیل کجاست؟ اسرائیل اقلیم کردستان و قفقاز. راجب اقلیم کردستان یه مسئله، اقلیم برای ما تهدید امنیتی هست، اما هم ایران هم ترکیه با دو طرح کاملا مهار کرد. درسته که ایران ترکیه تو سوریه رقیب بودن، اما تو بخش اقلیم کاملا منافعش مشترکه. هم ترکیه هم ایران در اقلیم اینو کنترل کردن. اقلیم کردستان چی میگه؟ میگه آقا ما مخالف گروه های مثل کموله هستیم که مسلحن. خب مخالفی جمعش کن. میگه نه، ما قائل به جنگ کرد با کرد نیستیم، اینا برادرن. خب پدر سوخته، اگر مسلحن مخالفی جمعش کن، اگر برادرم گردن بگیر. خب الان اتفاقی که داره میفته، ترکیه هم مرز خودش بلندی های اقلیم رو میزنه، هر جایی که اینا پادگان دارن تجمیع دارن. ایران از این سمت و فشار ایران به ارتش عراق برای اینکه مرزهای اقلیم و مرزهای اقلیم به ایران و اقلیم به ترکیه رو خود ارتش دست بگیره، تهدیدم کرده. میگم پاک ترکیه هم تهدید کرد، لحاظ درآمدی هم بحث قراردادهای انرژیشون رفته رو هوا. وزارت ملی نفت و گاز عراق گفته من باید ببندم. اقلیم مثل مشت تو دستمانه. قفقاز نقطه است که آقای اردوغان گفت ایران نمیذاره، ما نمیذاریم، اما توانشو دارم آورد رو برون نظام بشن. نه، اسرائیل تونسته ایران رو در قفقاز وارد درگیری کنه؟ نه، نخواهد توانست. میدونید چرا؟ یه مسئله وجود داره. قفقاز جایی که ایران و روسیه هر دو منافعشون به خطر میفته از آنچه که اسرائیل دنبالشه، و این غیر ممکنه برای اسرائیل چنین ظرفیتی نهاره. ما در مرزهای اسرائیل داریم تسلیح میکنیم، باش درگیریم، اون میاد دوتا ترور انجام میده. ترور انجام میده، آیا سیاست‌های کلی ایران تغییر میکنه؟ نه. آیا عمق استراتژیک ایران در مرزهای جغرافی اسرائیل به هم میخوره؟ نه. آیا تو سوریه زدید نیروهای ما رفتن؟ نه، تقویت هم شدن، موشکهای بهتر هم داریم بهشون میدیم، نقطه زنتر قابلیت هم داریم میبریم بالا. پس دوستان این طور نیستش که اسرائیل اگر یک نفر رو زد ما هم بریم یک نفر رو بزنیم. نه، من دور تا دورش رو بستیم. همین الان مصر هم داره آزاد میشه. مصر بعد از جمال عبدالناصر و خیانت انور سادات که رفت و اونو قرار داد بس و کمپ دیوید، عملا همه چی رو از دست داد. مثل اجازه نداشت ارتش رو بیاره بیرون. تو اون نقطه استراتژیک همه دارن بازی ژئوپلیتیک میکنن، مثل نمیتونست. امروز مثل داره برمیگرده به اون سبقه تاریخی خودش، با ظرفیت های ایران داره با ایران آتیساز روابط میکنه، و حالا داره جلوی اسرائیل یه ذره شاخشونه میشه تو بحث زدن نیروهای
قصاب، عزالدین قصاب توی جنین مصر خیلی محکم و قلدر محکوم کرد. این خبران نبود، از این خبران نبود. الان کدوم پشتوانه؟ قبلا سنگ مینداختن فلسطینی، الان اگر اراده کنن خیلی چیز رو دستشون هست، بستگی به سطح درگیری داره. پس این اسرائیل میاد یکی رو میزنه این وقت، بعد ببینی این زدنه بازی رو تغییر میده؟ نه تغییر نمیده. این اینجا ایرانه، ایران. شما اومدی حتما ما نش داریم، اینکه تو شکی نیست، اومدی یه سری اسناد رو بار زدی بردی، چی شد؟ همه اون اسنادی که بردی گفتی ایران تو این نقطه اومده در واقع کار اورانیوم این چیزا انجام میداده، نشت اورانیوم اینجا هست، آثارش هست، تا چی اینجا کارایی میکرده. خب این اینو ما بعد توضیح میدادیم، آژانس بعد میپذیرفت، نپذیرفت توضیحات ما رو، قبول نکرد. میتونستم بر اساس همون میکنید و ماشه رو فعال کنن. ایران گفت ایجا کرده، شرایطتون بده، الا بلا غنی‌سازی میبرم بالا، اورانیوم رو زیاد میکنم، سانتریفیوژن اصلشیش نصب میکنم، دوربیناتون رو کاهش میدم. اومدن خودشون رو کشتن. گفت سیاسی حلش کن. آژانس تایید کرد که تو این سه نقطه مریوان، آباده، ترقزاوات هیچی نشده. نشد دیگه. باید شما وقتی کاری میکنی آقای نتانیاهو منجر به سیاست بشه، یعنی شما از ابزارات استفاده میکنی تا به هدفت برسی. اگر از ابزار استفاده کنی ولی به هدفت نرسی، اون فایده نداره که. حتما ما هم در داخل مشکلاتی داریم، تو شکی نیست، باید برطرف کنیم. اما تو این هم شکی نیست که اونها از همه ابزارشون استفاده کردن، هیچی تو میدان تغییر نکرده. میدان اون چیزی که ما تعریف کردیم و داریم میریم. و اسرائیل تو عمق در واقع عمق استراتژیک ایران، امروز مرزهای اسرائیل رو اونجا هم تسلیم می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ هر روز یکی رو بزنیم، اونها یکی رو بزنن، ما اونجا رو کمر بند می‌کنیم. تو اونجا با ما بجنگ، تو با ما اونجا بجنگ. اینجا پایتخت ما، اینجا مرکز صنعتی ما، مرز ما مقدس، اینجا نقطه درگیری نباید باشه. اونجا پس تفاوت اینجاست، حواستون باشه. این نیست که ما هم پاشیم بریم مدل اونها بجنگیم. ما بر اساس اون ضعف اونها باید واکنششون بدیم. واکنش مشخصه، امروز دارید میبینید. امروز اون چادرهایی که از بولا میره میزنه اونجا، بزنه دیگه اسرائیل نمیتونه. لینک کردن، گفتم بزنیم میزنیم. این پاسخ ما هست. و تو بحث میدان تغییرات اتفاق میفته، نه مدل اسرائیل یه دونه دوتا بزن هیچی هیچی به هیچی. پس این خطای تحلیل رو مراقب باشید، دوچارش نشید. اون نکته‌ای هم که آقای نتانیاهو ادعا کرده بود دروغی بیش نبود. این شخص بلیط داشت، پرواز کرده بود تو جمهوری آذربایجان و اونجا بوده. اصلا نیروی ایران نبوده. نیروی ایران الان میتونه بره اونجا تو این فضای تنش که جمهوری آذربایجان داره، نیروی اطلاعات امنیتی با بشه آذربایجان. اینم یه نکته. و دستش خالیه دیگه، چیکار کنه؟ همه جا زریم تو سرش، غزه میزنش، جهاد اسلامی میزنه، حماس میزنه، کرون باختری الان تهدید میکنه. همین بچهای عزالدین قسام تو جنین که اولین نیروی مقاومت بودن جلوی بریتانیا رو، قبل از اینکه اصلا میخواد اسرائیلی درست بشه برای اینا و روز نکبت این اتفاق بیفته، از اونجا شروع شد. اونها میزنن، لبنان میزنه، شوخی نیست. دور تا دورشو بستیم. آقای نتانیاهو دستش خالیه، چیکار کنه؟ هر روز یه ادعای جدید. اما اون چیزی که رقم خورده در میدان از یک دو سه دهه گذشته، ببینید مشخص کاملا. پس این رو فراموش نکنید. ما دست بالا رو داریم، کنترلش کردیم. امروز با توجه به شرایط جدید و نظم جدیدی که در منطقه مدار حاکم میشه، فشار بر اسرائیل 100% تشدید هم میشه از طرف کشورهای دیگه. کار رو برای آقای نتانیاهو به شدت سخت میکنه. ممنون همراه بودید. خواستم این رو هم توضیح بدم که بدونید دوچار خطای تحلیل نشید. هر جای دنیا هستید حالتون خوب و خوش باشه و لبخند به لباتون. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.